یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. با فروکش کردن طوفان غزال و کیاوش دریافتند که سیمرغ، لطفعلی و ماه منیر را از مهلکه نجات داده است. سیمرغ بود یا جادوی این مردک عطار؟ فقط خدا رو شکر که از دست کیاوش گریختیم. کیاوش بیچاره که برای نجات ما خودش را به آب آتش زد. کیاوش خشمگین از شکست خیش توطئه تازه ای طراحی کرد. از محضر حضرت حاکم تقاضامندم اجازه بفرمایید فردا در مستوران به مناسبت نایب الحکومگی جناب لطفعلی خان جشن عمومی اعلام شود. موافقیم. او که خود جشن نایب الحکومگی لطفعلی را در روزی قرار داده بود که دو تن از سربازان مستورانی در مرز به شهادت رسیده بودند، نزد مردم چنین وانمود کرد که قصد لطفعلی از این همزمانی سور و سوگ اساعه ادب به جایگاه مقدس شهداست. آخر مگر می شود در پیش چشم مردم عزادار مراسم جشن بپا کرد؟ چرا نمی شود جناب لطفعلی خان؟ از جلوی عمارت که رد می شدم صدای تار و تنبک می آمد. اگر در آینده بدعتی دیگر کردن چه؟ این ملعون هایی که من... سخن به لعن و نفرین مگشا، خداوند را خوش نمی آید. پسر لیس را من بهتر از تو می شناسم، باعث خیر خواهد شد، جوری که به نامش قسم بخورن. لطفعلی نیز که اکنون دنیا به کامش شده بود، داروغه را واداشت تا به پای داعی نصرت بیفتد و از او عذرخواهی کند. ببوسید. غلط کردم، خطا کردم، اشتباه کردم. شاید برخی با دیدن این صحنه بفهمند و بدانند که دوره جور و ظلم در مستوران به پایان رسیده است. مستحضرید که جناب لطفعلی خان به سمت نایب الحکومگی مستوران منصوب شدند و پس از تنفیذ حکم جناب لطفعلی حکم حضرت نوذر است. از فردا مردم اجره هایشان را با طلوع ماه باز کنند. نوذر مست از باده در مراسم جشن حکم کرد که از آن پس جایگاه روزان و شبان عوض شود تا کیاوش با زیرکی این دستور را به پای لطفعلی بنویسد و مردم خشمگین از صدور این حکم را علیه لطفعلی بشوراند. تا ملا حسین تکلیف پسر لیث را معلوم نکند بر نمی کردم. اجرای فرمان و مجازات کافیان به عهده شخص نایب الحکومه. Thank you.
شکر خوش است ولی کن حلاوتش تو ندانی، من این معامله دانم که طعم صبر چشیدم. شما جای پدر همه ما هستید، اما این نمی شود که از یکی از فرزندانتان همیشه طرفداری کنید. نباید به حرفای لطفعلی هم گوش بدم. جناب ملا حسین، امروز حرف لطفعلی خانتان را در هر کوی و برزنی جار میزنم. من را بگو که فکر میکردم میتوانم روی پسر لیس برای مبارزه با ظلم حساب باز کنم. هنوزم میتوانی. فراموش نکن که او اکنون نایب الحکومه است و میتواند کارهایی را انجام دهد که شاید 100 سال هم از دست من و تو بر نیاید. بسیار خوب، ما هیچ وقت روی حرف شما حرفی نمیزنیم. این بار هم به دستور شما از پسر لیز طرفداری میکنیم، ببینیم چه میشه. فعلا با اجازه. خدا حافظ. چه گفتی عزیزم؟ دوای درد دندان پدر بزرگ. قربان آن زبان حافظه. لطفعلی نصف توست، میفهمی؟ نصف توست. خودت گفتی لطفعلی. او پدرش لیس و مادرش لطیفه است، یکیشان حافظ قرآن، آن دیگری دریای شعر. درد میکنه جهان؟ لطیفه میبینی و از دل سیاهش بیخبری، آنقدر که پسرت از دست اون لغمه میگیرد مرا به مادری قبول ندارد. کاش به جای خودشیرینی کردن برای یتیم مردم هم همسایگیت را بکنی. مادری اگر برای لطفعلی کافی نیست، خب فرزند دیگری بیاور. فقط بدان گاهی با قضای خدا توان جنگیدن ما نیست. کدام خدا؟ تو که فرزند و شوهرت همچون فرشته دور سرت میچرخند، کجا از غم من میدانی؟ همین صاحب بی چشم و روح، جان و جوانیم را نثارش کردم. یک بار مادر صدایم نکرد. مادر یا دیگر لطفعلی. قربانم لطفعلی جون. لطفعلی را چه کردی؟ فروختمش. بلکه آبی شود بر جگر آتش گرفتم تا داغ بی‌فرزندی بر دل اینان که دم از خدا می‌زنند بنشیند و ایمانشان تماشا کند. دروغ می‌گویم عمه؟ عمه مادر جان، نمیخوایی بگویی چه شده؟ بروید که هیچ حال و حوصله ندارم. بروید. از وقتی آن دختر، چه بود نامش؟ آه سوده، مهمانت شد یک بار هم به روی ما نخندیده ای. ما نگرانت هستیم. لااقل بیا غذایی که برایت پخته ایم نوشه جان کن. انگار زبان خوشحالیت نیست. بروید. چرا میانه این همه آدم پسر لطیفه باید درد دختر حاکم دوا کند؟ لطفعلی، لطفعلی، منتظرم باش. برو 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 برو
مردک دبنگ، تو مشاور اعظم ما هستی یا مشاور اعظم مردم کوچه و بازار؟ قربانت گردم، این چه حرفیست که میفرمایی؟ ما در عالم مستی حرفی زده ایم، تو چرا آن را باید به عنوان حکم حکومتی از طرف ما به مردم بگویی؟ قربانت گردم، اکنون قدرت شما بیشتر به نمایش گذاشته می شود. البته 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 چه؟ چرا حرفت را کوفت نمی کنی؟ جسارت خدمت جناب نایب الحکومه نباشد. منظورم این است که البته اگر عامل آن فرمان اراده اجرای آن فرمان را داشته باشد. چرا حرفت را مثل لقمه دور سرت می گردانی؟ اصل حرفت را بگو، اصل! به گفته جاسوسان ما، مردم فقط در ظاهر پذیرای فرمان حکومتی هستند، در حالی که باید از صمیم قلب به فرمان حضرت حاکم ایمان داشته باشند. البته ما شنیده ایم که در همین یک هفته اهل کسبه درهای حجره هایشان را با طلوع ماه گشودند. جسارت نباشد قربان، اما در چنین مورد به خصوصی ظاهر رفتار مردم نظر تو چیست؟ از کی تا کنون ظاهر و باطن رفتار مردم برای اهل حکومت اهمیت داشته که اکنون داشته باشد؟ احسنت، احسنت. اما برحال مردم وقتی از ته قلب ما را دوست بدارند بسیار نیکوست، ولی چگونه میتوان پی برد که در قلب مردم چه میگذرد؟ طبق فرمان واجب الاطاعه نوذر بزرگ بس تمامش کن خوزه بلد. کاتب بخوان آنچه نوشته ای. به روی چشم سر برم. چون نوذر واجب الاطاعه لب به سخن گشود، شکر و قند و نبات و عسل از دهان بیرون ریخت و باعث شادی و خوشنودی و شادکامی مردم شهر شد. چون اراده حضرت حاکم بر تغییر شب و روز شده است، لذا مردم مستوران و توابع باید اوقات عباداتشان را تغییر دهند. لذا شخص نایب الحکومه کماکان مسئول اجرای فرمان مطاع حضرت حاکم هستند. ای مردم، هم اکنون به سوی منزل ملا حسین می رویم و تا برداشتن این حکم از آنجا خارج نمی شویم. درست میگوید، باید دادمان را پیش ملا حسین ببریم. نزد ملا حسین میرویم تا لطفعلی را به زیر نکشیم. از پای نخواهیم نشست. برویم 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 برویم. چند وقتی است که فریاد میزنیم قوانینی که با دین و مذهب منافات دارد ملغا شود. کو گوش شنوا؟ کو گوش شنوا؟ آیا وقت آن نرسیده است که زبان افرادی که به عقاید معنوی مردم اهانت میکنند ببریم؟ گوش کنید، گوش کنید. ملا حسین میفرماید از درگیر شدن با گزمه ها خودداری کنید، به سمت حجره هایتان بروید، به کارتان بپردازید. بروید دیگر، بروید. میترسم دعوایشان بشود. آنها بگویید حق هر کس یک طاق پارچه است.
قبول میکند. در طول عمرشون یک تاق پارچم نخریدند. دهانت را ببند. اگر آنها نتوانستند تا به حال یک تاق پارچه بخرند، مقصرش من هستم. حق آنها در این دنیا خیلی بیشتر از یک تاق پارچه است. اشتباه کردم، عذر میخواهم. خداوند بخواهد، به زودی اهل قبیله را به حقشان خواهم رساند. فقر و بدبختی دیگر بس است. صبر من سر آمد بانو. 30 روز نشد؟ صبور باش، امیدوارم اتفاقی برایت نیفتد. برای من؟ دائم خواب میبینم زخم برداشتی. این از شدت علاقه تو به من است. آیا قرار نبود ادامه راه را هم سفر باشی؟ از یاد نبردم، ماه منیر من. فقط نمیخواهم تو را هم درگیر مشکلات پیش پا افتاده کنم. حالا که از داشتن مهیمن و مستحفظ میگریزی، لاغل هدایت را با خودت همراه کن. باور کن ضرورتی ندارد. تا خانه ملا حسین میروم و باز میگردم. لطفالی جان، اینطور خیال من راحت تر است. این آدم سمج پیدایش شد. خدمتی از من برمی آید؟ چند بار بگویم مزاحم نشوید. شنیدید که جناب ملا حسین فرمودند به سراغ کارهایتان بروید. مگر شما پیرو او نیستید؟ بروید. حالا شما هم با نایب مخالفت کرده اید، هم با ملا حسین. نروید، با ضرب شمشیر رانده خواهید شد. بروید. 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 نشینید، متفرق شوید. برای آخرین بار میگویم، خودت را سنگ روی یخ نکن. گمان میکنم نمیدانی هدایت، من شاگرد و مرید خاص ملا حسین بودم. بودی، دیگر نیستی. حالا بیشتر در جبهه مخالف او قرار گرفتی. از همینجا بیست و ببین که چگونه با حکم تایید ملا حسین باز میگردم. برو حالا که اصرار میکنی، برو و خودت را خار و خفیف. با این زبان تندوتیزا چگونه تا کنون زنده مانده ای؟ تو بهتر است بیشتر مراقب جان خودت باشی. طرفداران ملا حسین با کسی شوخی ندارند. ملا حسین مرا همچون پسر نداشتش دوست دارد. در ثانی، نمیفهمم چرا ملا باید رو در روی من بایستد؟ نمیخواهی بفهمی یا اصلا نمیفهمی؟
مراقب حرف زدنت باش هدایت. اگر چشمانت را به روی واقعیت نبسته بودی در میافتی که چرا ملا حسین باید با تو مخالف باشد. تو بگو چرا. حالا ملا حسین با چه کسانی هش رو نشت دارد؟ با توهی دستان، تو با امارت نشینان. او بر حکومت است و تو با حکومت. اصلا تو خود حکومتی. حالا حرف مرا گوش کن و برگرد. حتی همسرت، حرف همسرت رو هم گوش کن. بیش از این خودت را در چشم مردم خراب نکن. ملا حسین به تو خواهد گفت که آخرتت را با دنیای دیگران به باد دادی. به باد. نشانتان دهن بازی علک دلک چگونه است. چوب را بیاور. بفرمایید. را آمد. ای نشد. اجازه دهید. ها چگونه بود؟ عالی. لطفعلی که برای گفتگو با ملا حسین درباره حکم نوذر به منزل او رفته بود، بر خلاف انتظار با چهره ای گرفته و غمگین از خانه مرادش خارج شد. بزن. از در رانده شدی. باورش سخت است. حالا چه کنم؟ خوشحالم که بعد از مدت تو بر لبانتان لبخند ببینم. برای اینکه از حمله کفتارها در امان بمانی باید آنها را تشنه و گرسنه به جان هم بیندازی. جناب نایب الحکومه، تهنیت باد. تهنیت باد پیروزی شما بر این پیرمرد فتنه‌گر. وقتی این استاد شیاطین از کسی تعریف میکند باید به او سله داد. کاتب بنگار 10 کیسه زر ناب پاداش دادی. قربانتان گردم. 9 کیسه دیگرش چی شد؟ ببندن چاه متفنت را. سخنان من را بگو تا ادامش یادمان بیاید. چون نائره جنگ با خروج ملا حسین نامی علیه فرمان حضرت حاکم بالا گرفت، به ثواب دید مشاور اعظم نایب الحکومه مأمور خواباندن لهیب نافرمانی شد. بعد از روی اینها را نمیگوییم. سخنان پیش از این را گفتم. حضرت نوذر جناب نایب را احضار نموده به پاداش ابراز شجاعت وی را مورد تفقد خاص خود قرار داد.
و در مقابل دیدگان حاضران 1000 کیسه زر ناب، 10 اسب تازی و 100 رأس شتر به وی اهدا کرد. بقیهش را همینطور خودت بنویس. دست روزگار بی حکمت جناب لطفعلی را به امارت نیاورده. همین که فردی از خاندان حکومتی بی هراس از نفرین ملای زاهد مآب با او در افتاده. به جای این خزعبلات به ما بگو چگونه این آتش را به جان مخالفان من بیاندازیم. اگر اجازه بفرمایید قربانت گردم، قدم بعدی را در خلوت عرض می کنم. جان روزت کو، خورشید پیروزت کو، نونت کو و آبت کو، شبت کو مهتابت کو، عجب ادایی داشتی، عجب جفایی داشتی. باز هم بگو کار درستی کرد. دیر نیست تو هم بگویی لطفعلی کار درست را تو انجام دادی. کار درست؟ چنین شعری را چه کسی به این کودکان یاد داده؟ لطفعلی، چرا نمیخوایی بپذیری این ندای وجدان مردم است که از گلوی کودکانشان بیرون میآید؟ نباید با مرد خدا در میافتادی. عزیز من، چند روز دندان بر روی جگر بگذار، آن وقت میبینی که شویت این قائل را به نفع خود و مردم به پایان میرساند. این نظار را به دوستی تبدیل نکنی خودم دست به کار میشوم. خودتان را برای رسیدن به هدف نهایی مهیا سازید. قربان، پاسخ فرستاده قضا را چه بده؟ با زبانی نرم از او بخواه پیغام ما را به قضا برساند. پیغام شما را؟ چرا ژرف به سخنان جناب کیاوش گوش نمی سپاری؟ قضا باید منتظر بماند تا ولی نعمتمان در گفتگویی محرمانه قول و قرارهایش را با وی بگذارد. جناب ملا، یک کلام، فرمان مقابله با نایب را صادر کنید و خیال همه را راحت کنید. جناب اعتصام، پدرم روزه مستحبی گرفتن، حال صحبت ندارم. خداوند طاعات و عباداتتان را قبول بفرماید انشاءالله. حالا که پسر لیث را از منزلتان رانده اید نمیخواهید؟ پاسخ پدر در این یکی دو روزه سکوت بوده. بسیار خوب، خدا حافظ شما. سلام سود بانو، کجایی دخترم؟ سلام دایی نصرت، کجا رو دارم بروم؟ من با لطفعلی به سر لیث دست دوستی دادم، اما تو میتوانی با او درباره نزاعش با ملا حسین حرف بزنی؟ این را از کسی بخواه که به اشتباه بودن کارهای لطفعلی باور دارد. یعنی تو قبول نداری که درگیری لطفعلی با ملا حسین هم به دور از عقل است
هم ناجوان مردی است؟ نوشتند که متعلمی از معلم خود خواست که چنانچه در آداب درس وی نظر می فرماید در آداب نفس وی نیز تأمل فرماید. خب به چه معنا؟ یعنی اگر در اخلاق شاگردش ناپسندیدید او را آگاه سازد تا رفتار خیش اصلاح نماید. اما معلم که مهر شاگرد خیش به دل گرفته بود پاسخ داد این سخن از دیگری پرس، زیرا از آن نظر که مرا با توست جز هنر نمی بینم. لطفالی اگر یک هنر دارد و 70 عیب سوده نمی بیند به جز آن یک هنر. پدر من چه کسی را از در این خانه رانده که حالا پسر لطیف خاتون خدا بیامرز را براند؟ مرد مؤمن چرا به من دروغ بستی؟ دلیلش را که گفتم. نباید به من هم اطلاع میدادی؟ نشد. حقیقتش استاد، اکنون نوبت من است که بعد از خام کردن کیاوش او را از مقام مشاور اعظمی امارت به زیر بکشم. سرانجام تو هم به بازی سیاست گرفتار شدی. اما مطمئن بودم که برای این کارت دلیل محکمی داشته. البته پدر من هیچ وقت تایید نکرد که شما را از در این خانه رانده. اما به هوش باش پسرم، مشاور اعظم انقدر هم ساده نیست که بتوانی به راحتی او را از امارت بیرون بیاندازی. سلام علیه. بفرما داخل سوده بانو. بشینید. بر من ببخشایی، نمیتوانم از جایم برخیزم. انشالله بهتر شوید. ممنونم. بفرمایید داخل. عرضی با دایی نصرت داشتم، فرصتی دیگر خدمت میرسم. انشالله. چقدر شیرین است. ممنونم. قدمش مبارک باشه. سلام دخترم. سلام دایی نصرت. جانم در خدمتم. عرضی با شما داشتم. بفرمایید. با اجازه. خدا به همراهتم. خدا نگهدار. سوده بانو خیر است این وقت شب. مدتیست چگونه بگویم؟ چه شده؟ حرفتان رو بزنید، دلم رو به شور انداخته اید. چند روزیست جوانی مزاحمم می شود. جوان؟ من اینجا کسی رو نمی بینم. غروب تا دم کاروانسرا هم دنبالم آمد. هیچ کس اینجا نیست. نکنه همون جوان خوش‌سیما رو میگویی؟ آره. نگران نباش، خودم فردا حسابش را کف دستش میگذارم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. در امان خدا سوده بانو. بفرمایید. سلام بر دایی نصرت. یالله آن اقرب روی شانه چی میکنه؟ تو کی میخوایی دست از این لودگیت برداری صاحب؟ برویم که باید درباره کارهای فردایمون مشورت کنیم. امر شما انجام شد. امر؟ از کی تا به حال پسر لیس به دیگران امر و نهی میکند دایی نصرت؟ امرتان چه بود؟ نه اجازه ندارم که راجب امر لطفعلی با تو. میدانم نمیخواهد پنهان کنی. میدانم که لطفعلی مخارج خواهرش سوده را تامین میکند، یعنی هاجر برای دخترش میفرستد. آره. بفرمایید.
دختر خانم، خانم ملا حسین کدام است؟ با ملا حسین چه کار داری؟ نکنه تو هم مفتش خانه ملا شده ای؟ خواهرم، خانه ملا حسین همینجاست. کجا؟ رهایش کن، برویم به کارمان برسیم. تو چه کاره ملا حسین هستی؟ کور که نیستی؟ تا من اجازه ندهم ملا کسی را نمیپذیرم. نکنه تو باعث شدی نایب از این درانده شود؟ پسر لیس هواخو هم پیدا کرده است. اگر مانع ورودم به خانه شبی به زور وارد می شدم. ملا حسین احدی را نمیپذیرد. چرا نمیفهمی؟ برو، شاید بتوانی اجازه این بانو را بگیری. بسیار خوب، همین جا بمان تا برگردم. یا الله. بفرمایید جناب اعتصام، خوش آمدید. سلام علیکم. سلام علیکم. با پدرم کار داشتید؟ کاری که هر چند امروز هم پدرم روزه هستند، اما اگر کارتان واجب است. نه، کار مهمی ندارم، باشد برای یه بعد. سلام مرا برسانی. با اجازه، خدا حافظ. در امان خدا، خدا نگهدار. ملا حسین روزه است، کسی را نمیپذیرد. برو بگو دختر حاکم با او کار دارد. باور بفرمایید، قصد من خدمت بود، اما نمیپذیرد. بگویید ماهمانی را آمد. پیشا پیش شما را شناختم، خدمت شما گفتم. ملکه یا آینده مستوران قدم رنج فرمودند، پیغام دادند که به شما بگویم همسر کسی که روز خداوند را برای مقرری شب میخواند و شب را روز، لیاقت دیدار ندارد. باید میدانستم این شطور کینه ای وقتی مانع ورود شوهرم به خانهش میشود. سهل است که مرا نیز راه ندهد. کیاوش مرد سیاس و قدرت طلبیست. بر منکرش لعنت. نمیتوان جدی به پیشنهاداتش فکر کرد، نمیتوان نادیدهش گرفت. همان گونه که خود شما پیشتر گفتید، فعلا او را به بازی میگیریم تا به مقصودمان برسیم. چنین آدمی نباید به نیات ما پی ببرد، نباید کینه ای از ما به دل بگیرد. چقدر خوشحال می شوم اجناس زالوهای بازار مستوران را به دست مردمم می رسانم. مرا بالای آن تپه به خاک بسپار، یادت نرود. چند بار سفارش کردی، گفتم به روی چشم، سوده هم که برگشت. میگویم حتما سر خاکت بیاید. دلم روشن است که سوده با یاد من به طولی آباز میگردد. بگذار به تنهایی روی قبرم سوگواری کند. نمیدانم چه در وجود این دختر میبینی که این چون این دلتنگش میشوی. سوده معنای عشق و وفاداری است. دلیل اینکه او را مانند دختر از دست رفتم دوست میدارم دل شکسته ای که آه نمی کشد.
اگر آه از سینه برکشی رنگ خوشبختی نمیبینی. در هوایت بیقرارم روز و شب، سر ز پایت بر ندارم روز و شب. روز و شب را همچو خواب مجنون کنم، روز و شب را که گذارم روز و شب. جان و دل از عاشقان میخواستم، جان و دل را میسپارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب. جان روز و جان شب جان تو، انتظاره انتظاره روز و شب. کشته مهر جانم تشنه است، زبر دیده عشق بارم روز و شب. تا به نکشایی به قلبت روزم، تا قیامت روز دارم روز و شب. دست تو در میان این قطار روز و شب. زان شبی که بعد کردی روز وز، روز و شب را می شمارم روز و شب. تا نیابم آنچه در مغز من است، یک زمانی سر نخاره روز و شب. جان روز و جان شب جان تو، انتظارم